50 سال از انتشار کتاب سنگر و قمقمه‌های خالی مجموعه داستان‌های بهرام صادقی می‌گذره. بهرام صادقی در سال 1363 در 48 سالگی درگذشت. در زمان حیاتش از او به غیر از این مجموعه داستان‌های کوتاه تنها یک داستان بلند به نام ملکوت منتشر شد. با این حال شیوه منحصر به فرد داستان نویسی او باعث شد که نامش در ادبیات معاصر فارسی به عنوان نویسنده پیشرو ثبت بشه. روزبه کمالی منتقد ادبی امروز مهمان منه تا درباره ویژگی‌های داستان نویسی بهرام صادقی با هم صحبت کنیم. روزبه اگر موافقی با نحوه انتشار کتاب سنگر و قمقمه‌های خالی و سرنوشتی که در سال‌های بعد پیدا کرد شروع کنیم. بهرام صادقی هیچگاه خودش کتابی منتشر نکرد. از اطلاعات اندکی که از زندگیش به ما رسیده به نظر میرسه که چندان اهل نظم و ترتیب و قید و بندهای متداول نبود. از نیمه های دهه 30 تا نیمه های دهه 40 داستانهای کوتاهش در نشریات مختلفی مثل کتاب هفته، سخن و فردوسی منتشر شد. چند تایی هم ازش در دهه 50 البته در نشریات منتشر شد. میدونیم که بهرام صادقی زاده نجف آباد اصفهان بود و با نویسندگانی که بعداً اونها رو حلقه اصفهان نامیدن مثل منوچهر بدیع مترجم، هوشنگ گلشیری نویسنده، ابوالحسن نجفی زبانشناس و منتقد آشنایی داشت. در سال 49 ابوالحسن نجفی که به کارهای بهرام صادقی بسیار علاقه داشت و باش دوستی داشت آثار منتشر شدش در نشریات رو جمع‌آوری کرد و ذیل عنوان سنگر و قمقمه‌های خالی در انتشارات زمان منتشر کرد. در چاپ اول گویا داستان بلند ملکوت، دیگر اثر مشهور صادقی، هم در همین چاپ در کنار داستان‌های کوتاه اومده بود، اما بعد این اثر رو جدا کردن و به صورت کتاب جداگونه منتشر کردن. سنگر و قمقمه‌های خالی ظاهراً بعد انقلاب در اون اوایل اجازه انتشار داره، اما بعد از مدتی ممنوع میشه و دیگه تا از اواخر دهه 70 و اوایل 80 دوباره اجازه چاپ پیدا میکنه. وقتی کارهای صادقی دهه اواخر دهه 70 شمسی بعد سالها دوباره چاپ شد، خواننده‌های زیادی ازش استقبال کردن. دنیای صادقی چه ویژگی‌هایی داره که با گذر زمان همچنان جذاب و خوندنیه؟ ببین، عوامل مختلفی در کاره. یکیش تنوع بسیار داستاناشه. تو همین سنگر و قمقمه‌های خالی می‌بینیم که از داستان کوتاه و شبه گزارش گرفته تا نمایش نامک و افسانه مدرن و فابل در کتابش باش مواجه می‌شیم. تلاشش برای آزمودن شیوه های متفاوت داستانگویی، نوجوییش، طنز و هزل نیرومندش، مینیمالیسمش به آثارش در تاریخ داستان کوتاه ایرانی ارزش ویژه میبخشه. ظاهرا چون زبان انگلیسی خیلی خوب میدونست در همون دوران 30 و دهه 30 و 40 میتونست آثار روز دنیا رو به زبان اصلی بخونه و سعی کنه به همون شیوه بنویسه. این ویژگی هم به او یک صفت پیشرو و نوگرا بودن در تاریخ داستان کوتاه ایرانی میبخشه. به تفاوت کار بهرام صادقی با سایر داستان نویسای همزمان خودش تو ایران اشاره کردید. اگه میشه درباره این تفاوت کمی بیشتر توضیح بدین. بهرام صادقی شاید بیش از همه نویسنده‌های ایرانی با فرم و اسلوب و ساختار داستان کلنجار میره. ساختار داستان رو به بازی میگیره، به خواننده اعلام میکنه که داره داستان میگیره، قرارداداش رو باش از نو تعریف میکنه، اونا رو به هم میزنه، باز تعریف میکنه. در داستانهایی مثل آقای نویسنده تازه کار است، آدرس شهرت، خیابان انشاد، عافیت، سنگر قمقمه های خالی، از قوالب مرسوم داستان نویسی حتی با شدت و ضعف متفاوت تفره میره، علت و معلول رو کمرنگ میکنه، پلات رو نادیده میگیره یا بسیار رقیق میکنه. در مقابل یه آزاد دستی پیدا میکنه در پرداختن به شخصیت ها و حوادث نامربوط و ارائه یه گزارش هجو و هزلامیز از واقعیت، پرداختن یک روایت غیر منتظره و غافلگیر کننده.
راوی چون خودش رو جدی نمیگیره، به قراردادهای متعارف پایبند نیست، مثل یه روح سرگردان به هر جایی درون و برون اشخاص و حوادث زوایای مختلف سرک میکشه، قضاوت میکنه، متناقضگویی میکنه، تغییر لحن میده، در که در اعتبار خودش هم میشه شبهه کرد. بهرام صادق از این طریق، از راه متفاوت نویسی، هم جذابیت ایجاد میکنه، هم داستاناشو به شیوه غیر منتظره و غافلگیر کننده پیش میبره، هم ابعاد و جنبه های جنون‌آمیز و غریب و غیر منطقی واقعیت رو برملا میکنه. در پیشروترین آثارش داستاناش آغاز و پایان مشخص ندارن، کلاژ گونن، میشه بخش های مختلفش رو جابجا کرد. طنز یکی از عناصریه که پیوسته در داستانهای صادقی وجود داره. خود بهرام صادقی گفته قبل از اینکه بخوام یه داستان کوتاه بنویسم که طنزم داشته باشه، میخوام طنزی به وجود بیارم که داستان کوتاهی هم توش مستتر باشه. طنز صادقی چه ویژگی هایی داره؟ چند گونه آثار طنز داره. مثلا فرض کنید داستانهایی داره که اتفاق و موقعیت طنزآمیزه، اما لحن و فضا طنزآمیز نیستن. مثلا در داستان کلاف سردرگم که تصویر صاحب عکس در خود عکسی که ازش انداختن قابل تشخیص نیست، فضا حتی عصبی کلاف کننده است. یه نوع دیگه ای از طنز داره مثلا در داستان سراسر حادثه که طنزش به هج و بعد به جنون پهلو میزنه. نوع دیگه ای از طنز باز ما میبینیم در داستان غیر منتظر که هم موقعیت طنزآلوده، هم آدمها، هم لحن و فضا. جدا از اینها به نظر من یک طنز خیلی ویژه‌ای داره که از طریق بازی با اسلوب و عناصر داستان نویسی اون رو ایجاد میکنه. یعنی فرض کنید مثلا در داستان آدرس شهرت خیابان انشاد میاد از شیوه معرفی و ثبت مشخصات آرشیوی در فرمهای اداری، رنگ چشم، اندازه قد برای معرفی شخصیتش استفاده میکنه. از شیوه معرفی اداری میره سراغ روایت شاعرانه، از اونجا به صورت سیال میره سراغ داستان پردازی متداول، از داستان پردازی متداول به سراغ گزارش میره. این سیالیت و به هم ریختن آرایش همگون عناصر داستان نویسی خود به خود القای طنز و حجو میکنه. اگه میشه چند خط از یکی از داستانهای سنگر و قمقمه‌های خالی رو به انتخاب خودتون برامون بخونید. این بخشی که انتخاب کردم بندی هست از آدرس شهرت خیابان انشاد شماره 555. آقای آتشکان که شخصیت اصلی، یکی از شخصیت اصلی داستانه، با کفش و خریدن کفش مشکل داره. میماند خود کفش ها، آنها یا خیلی تنگ هستند و یا خیلی گشاد، و دوستان آقای آتشکان عادت کردند که آقای آتشکان را در ساعات اداری همیشه مشغول و گرفتار ببینند. پای لختش را بیرون می آورد و با آنکه دیگر قلمبه سلمبه شده و از میخچه و زگیل پوشیده شده است، وازلین می مالد. گاهی هم یک جعبه پودر تالک را روی آن خالی می کند و فضای اتاق را ناگهان غباری سفید می پوشاند و آقای محسنی که حساسیت دارد به عطسه می افتد. آقای آتشکان دستمالش را در هوا تکان می دهد، ولی برای آقای محسنی دیگر دیر شده است. آن وقت همه شروع می کنند به شمردن عطسه های آقای محسنی.